مبانی طراحی دو با کانال من گرداره آر، طراحی از جمجمه در زاویه تمام رخ. امروز میخواییم طراحی از جمجمه رو در زاویه تمام رخ با همدیگه یاد بگیریم در اندازه های کاملا استاندارد، که همونطور که میبینید من این طراحی رو به دو قسمت بالا و پایین تقسیم کردم و جدا جدا آموزش میدم، چون اندازه گیری ها و جزئیات زیاد هست. برای شروع یک خط 12 سانتی متر میکشم و اون رو به دو قسمت مساوی تقسیم میکنم و نقطه او رو قرار میدم. قسمت بالا و پایین رو هم به 3 قسمت مساوی تقسیم میکنم و همونطور که در تصویر میبینید هر قسمت 2 سانتی متر، پس این خط به 6 قسمت مساوی تقسیم میشه. نقطه بالای مرکز این خط رو A گذاشتیم و از اونجا به اندازه 4 سانتی متر سمت راست و 4 سانتی متر سمت چپش همینطور در بالا و پایین اون جدا میکنیم و دایره به شعاع 4 سانتی متر رسم میکنیم. از او تا پایین رو هم از وسط نصف میکنیم و نقطه B قرار میدیم و به اندازه این قسمت ها که در تصویر میبینید میشه 3 سانتی متر، یک دایره به شعاع 3 سانتی متر رسم میکنیم. دایره پایین کمی کوچکتر از دایره بالا هست. به این شکل دو قطر دایره رو به هم دیگه وصل میکنیم و اطراف این تصویر مستطیلی رو رسم میکنیم که در واقع میشه طول 12 سانتی متر و عرض 8 سانتی متر، چون در کل طراحی از مستطیل هم استفاده میکنیم. شما میتونید از ابتدا اول مستطیل رو بکشید، بعد این دو دایره و اندازه ها رو توی اون شروع کنید در واقع. بله، همونطور که در تصویر میبینید به این شکل مشخص میشه. روی خط ابرو از نقطه A روی قطر دایره بزرگ رو به اندازه 5 قسمت جدا میکنیم. به این شکل که میبینید اون خط رو 5 قسمت میکنیم. بله، و از دو نقطه نزدیک به نقطه A دو خط عمود رسم میکنیم که به این شکل پهنای حفره تو خالی بینی رو در واقع به دست میاریم. بله، اونجا که الان نشون دادم محل حفره بینی هست و همینطور پهنای چانه رو به دست میاریم. بله، یک کوچیکم اندازه رو نوشتم و از نقطه A تا O رو هم 3 قسمت میکنیم. دیگه من اندازه ها رو روی تصویر ننوشتم، چون ممکنه که شما بخواید تصویر رو بزرگتر بکشید یا کوچکتر. فقط بدونید از اینجا به بعد اندازه ها بیشتر 3 قسمت میشه. از نقطه O تا پایین دایره بزرگ روی محیط دایره بزرگ رو هم 3 قسمت میکنیم. در واقع از فاصله A تا پایین روی منحنی دایره بزرگ 6 قسمت مساوی میشه و خطوط افقی اون رو رسم میکنیم. به اندازه 2 سانتی متر روی عرض مستطیل از پایین جدا میکنیم به این شکل و از دو نقطه‌ای که جای پهنای چانه هست به شکل ضرب در به دو خط دو طرفه در واقع ابرو به این شکل وصل میکنیم و از اون 2 سانتی متری که روی عرض پایین گرفته بودیم به رأس خط مرکزی وصل میکنیم و بله، با دو خط نارنجی و آبی در تصویر مشخص شد. حالا میخواییم نقطه به نقطه و گوشه به گوشه در واقع حفره چشم رو به دست بیاریم. نقطه اول که زیر نقطه A هست رسم میکنیم خطی رو به خط مایلی که به شکل ضرب در کشیدیم و محل تماسش با خطی که به رأس کشیدیم رو به این شکل پیدا میکنیم. بله، الان ما 2 نقطه از حفره چشم رو به دست آوردیم، 1 و 2. بله، 2 طرف. خب قبل از اینکه من بخوام نقطه دیگه رو مشخص کنم، الان تصمیم گرفتم که حفره بینی رو بکشم برای اینکه در تصویر یه مقدار بهتر جا میفته، برای اینکه اون وقت حفره چشم رو بهتر تشخیص بدین.
ولی در قسمت پایین نحوه رسمش رو دوباره آموزش میدم. اینجا هم مشخص هست از نقطه او تا روی محیط دایره بزرگ قسمت 5 مثل شکل فرم 5 در واقع افره تو خالی بینی مشخص میشه تو خالیه، ولی اون قسمتی که بالای نقطه او میره قسمت استخوان برجسته هست که به اون شکل وصل میشه به افره بینی. خب روی خط بینی، پهنای خط بینی هم یک نقطه در نظر میگیریم برای حفره چشم. دوباره یک خط میایم پایین، محل تماس خط افقی و خط مایلی که به راست رفته نقطه بعدی میشه. نقطه بعدی محل تماس محیط دایره کوچیک با خط مایل زبدری. نقطه بعد کمان دایره بزرگ و خط مایل رو میگیریم و این نقاط رو خیلی تمیز با خطکش به همدیگه وصل میکنیم. به این شکل شما حفره توخالی چشم رو روی استخوان صورت به دست میاریم. همونطور که دیدین یک سایه با مداد رنگی زدم برای اینکه بهتر خودش رو نشون بده و از اون حالت هندسیش هم کمی خارج بشه. حالا برای نشون دادن پهنای سطح جمجمه، چون به این شکل گرد کاملا گرد نیست، از جایی که خط مو هست نقطه بالای آ یک خط افقی رسم میکنم و به مستطیل در واقع تا مستطیل امتداد میدم اون خط رو و با تماسش با محیط دایره این خط رو از بالا تا کناره‌های مستطیل رسم می‌کنیم و به این شکل پهنای استخوان جمجمه هم مشخص میشه. برای مشخص کردن استخوانی که قسمت بالای جمجمه رو به پایین وصل می‌کنه به این شکل شروع می‌کنیم که دو نقطه پهنای چانه رو همونطور که در تصویر می‌بینید به خط مو وصل می‌کنم و از اولین قسمت داخل حفره بینی روی خط از کناره های صورت بیرون میام و اون رو به خط مستطیل وصل میکنم. انتهای بینی خطش رو پیدا میکنم و فاصله بین قوس دایره کوچیک و خط کناری صورت رو یک نقطه مشخص میکنیم و این دو قسمتی که الان پیدا کردیم نقطه و انتهای خط کوچیک رو به هم دیگه وصل میکنیم و یه برجستگی کناره در واقع جمجمه ایجاد میشه و این خط رو به بالا به این شکل در تصویر میبینید از کنار حفره چشم ادامه میدیم. خب دو قسمت هست روی پیشانی که بیشترین نور رو میخوره. در خانما دو قسمت هست و در آقایون به دلیل برجسته بودن یه مقدار بالای قسمت ابرو پیشانی جلوتر میاد، دو قسمت دیگه اضافه میشه که اون رو در قسمت بعدی توضیح میدم. خب از فاصله خط مو تا نقطه آ رو سه قسمت میکنم. اولین قسمت رو انتخاب میکنم و یک خط افقی میکشم و از 5 قسمتی که روی خط ابرو مشخص کردیم باز اولین قسمت رو انتخاب میکنیم و محل تماسشون میشه دو قسمت کاملا نورانی روی سطح پیشونی که شما میتونید اینجا رو موقعی که طراحی میکنید و میخواید سایه بزنید روشن‌ترین قسمت نگه دارید.
بله، به این صورت قسمت بالای جمجمه تمام میشه. برای قسمت پایین من دوباره ساختار اولیه رو رسم کردم. اندازه ها همون هست تا فک پایین و جایگاه دندون ها رو هم بتونیم طراحی کنیم. برای شروع حد میانی دو کمان دایره رو به سه قسمت مساوی تقسیم میکنم. این اندازه ایه که برای پایین خیلی استفاده میشه. پهنای بینی، پهنای چانه رو میتونم به این شکل هم پیدا کنم. اینجا رو سه قسمت میکنم به این شکل و از این نقاط خطوطی به پایین روی خط عرضی مستطیل رسم میکنم که پهنای چانه رو هم به دست بیاریم. بله، قطر دایره ها رو هم میکشیم. به این شکل حفره داخلی بینی رو رسم میکنیم. بله، که شروعش روی قوس دایره بزرگ هست و تا نقطه او میشه حفره داخلی بینی. برای قسمت برجسته استخوان بالا از نقطه آ تا او رو به سه قسمت مساوی تقسیم میکنیم و از اولین قسمت قسمت برجسته استخوان رو رسم میکنیم. وقتی این جمجمه نیمرخ باشه، این قسمت بالا اون قسمتی هست که برجسته است و به بیرون میاد، قسمت پایین تو خالی هست. از خط در واقع از کمان دایره بزرگ زیر بینی تا انتهای مستطیل رو مجدداً به سه قسمت مساوی تقسیم میکنم و نقاط رو علامت میزنیم و به این شکل باز خطوط افقی رو روی سطح کارمون رسم میکنیم و از این قسمت که الان در تصویر میبینید دو تا برجستگی، دو تا فرمه قوس مانند کوچیک به داخل میکشیم که فراینده ماستوئید هست که میتونید توی ویکی‌پدیا سرچ کنید و ببینید که چه کاری برای جمجمه انجام میده. و این خط بالای دهان رو رسم میکنیم که در واقع قسمت بالای فک بالا هست. از نقطه B تا کمان دایره کوچیک و مجدد سه قسمت جدا میکنم و قسمت بله از این سمت هم به همین شکل و حفره تو خالی، البته اینجا نیست، فرو رفته است. این حفره‌ای که بالای دندون ها روی اگه دست بزنید روی صورتتون میتونید اون رو حس کنید. با یه فرم بیز اون رو مشخص کردیم. الان برای اینکه خنده جوکر مانند در واقع پایین این قسمت رو به دست بیاریم، از اولین قسمت داخل حفره بینی تا مستطیل رو به سه قسمت مساوی تقسیم میکنم و اولین قسمت اون رو به پایین نقطه اولی که پیدا کرده بودیم برای فک بالا امتداد میدم و نقطه جدیدی ایجاد میشه برای اینکه اون خط رو به این وصل کنیم و از اون نقطه استفاده کنیم برای رسم قوس‌های پایین در واقع فرم فک پایین.
ادامه روی خطی که اون نقطه رو پیدا کردیم رو در نظر میگیریم تا انتهای مستطیل رو مجددا به سه قسمت مساوی تقسیم میکنم و از این قسمت ها هم خطهای افقی رسم میکنم. الان هر چهار نقطه مشخص شده و اونها رو کافیه که به هم دیگه وصل کنیم تا این لبخنده یا خنده جوکر مانند مشخص بشه که بعد فرم دندونها رو داخل اون بکشیم. به این شکل اول خط بالا که به اندازه پایین نقطه ب وصل میشه و از همون نقطه بالایی به دو نقطه که پایین مشخص کردیم وصل میشه و امتداد داده میشه تا خط مرکزی بین دو اندازه چانه در واقع به این شکل. از لب بالا تا نقطه پایین رو با سه قسمت میکنم و یک قسمت مونده بود که این رو هم مشخص میکنم و بین این دو تا نقطه‌ای که الان مشخص کردم، بله اینجا در این قسمت یک خط کوچیک، دو تا خط منحنی رو به داخل روی محیط دایره کوچیک رسم میکنم و اینجا رو باید کمی دقت کنید دیگه، اندازه گیری نداره، فقط پیدا کردن فرم های استخوان هست و قوس داخل چانه رو هم رسم میکنیم به این تا برجستگی زیر چونه دارید، اگه روی صورتتون دست بزنید میتونید اون رو حس کنید و اونها رو به این دوتا برجستگی خارج فک وصل میکنیم و این خط رو من کمی بالاتر بردم، پایینی هم درست هست، اون خط رو به این دلیل بالا بردم که اندازه شروع دندون ها رو در واقع رسم کنم. اگه خط وسطی قطر دایره بالا رو در واقع به سه قسمت مساوی تقسیم کنید و از اونها امتداد بدید به پایین، دو خط ایجاد میشه که با خط نارنجی نشون داده شد که محل قرارگیری دندون های نیش هست که اینم توی اندازه ها بسیار مهمه که شما جای دندان نیش رو بله به این شکل مشخص کنید و جاش رو درست بذارید در واقع، چه دندان های نیش پایین چه دندان های نیش بالا. این کمان ها و فرم ها رو هم بعداً به طراحیتون اضافه میکنید برای مشخص شدن برجسته بودن این قسمت که فک بالا، قسمت بالا دندون‌های بالا جلوتر از قسمت‌های دندون‌های یا فک دندون‌های پایین هست و به این شکل از خط مرکزی دندون‌های بالا تا خط نیش 3 تا هستن، دندون‌های پایین 4 تا قرار می‌گیرن و در انتها بعد از خط نیش به انتهای دهان هم 3 و 4 تا دندان قرار می‌گیرن، یعنی بیشتر نمی‌شن و به این صورت طراحی جمجمه رو تکمیل کردید. توی اندازه‌گیری ساده نیست، کمی پیچیده است، ولی خب با چند بار تمرین توی حافظه تصویریتون ثبت میشه و میتونید از چیزی که یاد گرفتید لذت ببرید. امیدوارم که این آموزش هم براتون مفید بوده باشه و از اون استفاده کرده باشید. اگه اینطور هست لطفا لایک کنید، سابسکرایب کنید و حتما سوالاتتون رو به صورت فینگلیش زیر ویدیو بنویسید، حتما پاسخ خواهم داد و برای اینکه منو ساپورت کنید ویدیو رو به اشتراک بذارید، با دوستانتون شیر کنید. متشکرم که با کانال من همراه هستید. تا آموزش بعدی، بدرود.